بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت هموطنان عزیز، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. ما فعلا اومدیم به خانه شهید مشعل و شقایق مشعل که اینجا اومدم. واقعا یک درد بزرگی رو این فامیل متحمل میشه. لایوم به خاطر از این اومدم که همین حکومت فاشیست غنی و عبدالله ببینن که این خانه ای را که شما ببینید دو جوان خود را عزیز زاده و مادر فعلا در حالت کما هستن. من افسوس به این میکنم که قدر حکومت فاشیست داریم که غنی حتی واژه تسلیت از یاد برده که حتی یک تسلیت بر از این فامیل در دیده ندادن. واقعا شرم به این میکنم که در بین هزاران کوچه این راکت به اینجا اصابت کرده و موتری که عامل راکت بوده و در داخل خود شهر به تمام نقاط شهر کابل حمله کرده و راکت اندازی کرده. واقعا امروز دردی را که این فامیل متحمل میشه، دردی را که اینا امروز دیدن، درد مشترک بر تمام مردم افغانستان است. ما در حدود 15-20 دقیقه به داخل خانه امروی فامیل مشعل که فیلن مادرش به شفاخانه انیت هستن، وضعیتشان خوب نیست. در چیزهایی برای ما یادآوری کردن که واقعا هر لحظه که یاد ما میایم، هر لحظه که برای ما اینا قصه کردن، یادآوری از این دو جوان کردن، گلوی ما را باز میگیرن. افسوس بر از این حکومت فاشیست. واقعا شرم از برای همتان که امروز مردم حتی به داخل خانه خود راحت بوده نمیتونن و امروز شاید این خانه هستیم که با هزاران امید ساخته شد و دو نوجوانی را که یک برادری که تازه از ترکیه آمده بود نامزاد میخواست شود و خواهر دیگه که منتظر بود که به طرف کانادا بر دیدن و بزدهی کردن و پیش همسرش بره، اما امروز تمام آرزوهاش اینا به خاک یکسان شد و همیشان به خاک رفتن و تمام آرزوها پرپر شد. نمیتونم صحبت کنم به خاطر از اینکه واقعا درد بسیار بزرگی است، چون خود من یک مادر هستم، هیچ درد دوری اولادم را تحمل کردن نمیتونم. اما امروز واقعا این دردی را که امروز فامیل از این ناله میکشه و صدا میکشه و با صدای چیغ بلند میگن که مشعل رفت، شقایق رفت، درد آور است. دعا میکنم که فرد کسایی که در این حکومت فاشیست هستن، کسایی که در این حکومت خائن هستن، امروز صدای درد از این فامیل نمیشنوند و مانند از این فامیل هزاران فامیل دیگه که از دیروز شاید چندین راکت در سطح شهر کابل بودیم، او هم در قسمت خیرخانه. امید از این دارم که خداوند از نمک دلشان همه شما را بچشانه و از درد از این فامیل بیچاره بدبختی که امروز درد میکشن و این خانه ای که جز چند ستون و یک چند چوب دیگه چیز باقی نمانده. واقعا دل انسان تک تک میشه. نمیفهمم که انسانیت در افغانستان مرده. حکومت فاشیست، جناب غنی، جناب مامان صاحب اول امرالله صالح، شمایی که جلسات شش صبح برگزار میکنین، آیا با فکر ازی هم هستی که یک حادثه را جلوگیری کنین؟ غریب کار شما نمیبینین به کار کردن کراچی غریب کار شد. بیاین پلان ساعت شش و نیم تانه حداقل روی کابل فوکس بندازین، روی کارهای دیگه که حداقل ثمر داشته باشه، حاصل یک چیز از او حاصل کنین. آمدین کوچه پس کوچه ها رو ببینین، بیاین حداقل بشرمین یک بار به خانه ازی شهید بیچاره که دو خواهر جوان برادر شهید شدن، حداقل داخل خانه شان شوین، از دردشان بفهمین، از این که چی میکشه. واقعا ما وقتی که داخل خانه شدیم بیبیشان شیشته بود، بسیار فریاد میزد، شیخ میزد که ای خدا این چی دردی است. هر کدام از این آه بکشه در آه از او شما گرفتار میشه. بیاین ببینیم که چی حالت است. پدر صحبت کردن نمیتونم، مادر در حالت کما در شفاخانه، دو جوان همه به خاک یکسان شدن، خانه برشان نمانده، هیچ چیز برشان نمانده. چرا؟ از بس که ما حکومت فاشیست داریم، خائنا در رس آمده، کسایی که آمدن تباهی آوردن در افغانستان، از بس که مضر بودن، از بس که بد قدم بودن، امروز شاهد شهادت هزاران جوان منجه هستیم. واقعا افسوس بر همیتان، شرم باد، مرگ باد بر کسایی که در رس حکومت هستن و امروز حال روز این مردم را نمیبینن. و واقعا هیچ صحبت کردن نمیتونم به خاطر از اینکه یک درد بزرگی در این قلب ما جا گرفته که من هم اولاد دارم و من هم برادر دارم، خواهر دارم و هر لحظه که بیبی از او خالای از او گریه میکنن و با صدای بلند چیخ میزنن که مشعل به خاک سپردیم، درد بسیار بزرگی است که اینا متحمل میشن. و من هیچ کسی که در افغانستان هستم، در این خاک، در این سرزمین بدبخت زندگی میکنم، درد از این مادرم و من درد میکنم چون یک مادر هستم. بین از خواب غفلت بیدار شدیم، بس از خسته شدیم، گاهی به انتحاری، گاهی به تنتونا، گاهی به چسبگی، گاهی به راکت، در کجا ما امن باشیم حتی به خانه خود ما بودن هم میتونیم.
به داخل خانه خود راحت بوده نمیتونیم. پس بیر حداقل یک بم اتم در سطح افغانستان بزنی که افغانستان از نقشه پاک شود که دیگه هیچ مادر درد اولاد نبینه و هیچ اولاد درد بیماری نبینه. شرم از برتان مردمی، کسایی که همیشه شعار میتن که ما هستیم سادگی میکنیم در مقابل کسایی که برخلاف دولت هستن، شعار نتیم، بین عمل کنیم. عمل کنیم، از این جا شروع میکنیم، از این خانهی که تو شهید داده و فیران مادر هم با حالت کما بستر میبرد. چیزی که برای ما بسیار دردآور بود، بیبیشان قصه کرد، گفت که دمو قسمت کتاره مشعل جان از بیرون آمده و صدای راکت که شنیده آمدن بیرون، گیلاس چایشان به دستشان بوده، از این قسمت که راکت ثابت کرده اولی خورده، بعد به داخل خانه مادر جانش و خواهرش شهید ساخته و او فلزی که به داخل چشم مشعل جان بود، او دستگیر دروازه بوده که به شدت خورده و داخل چشمش داخل شده بود. واقعا من متاسف هستم، من تسلیت از میکنم نه تنها برای این فامیل، برای کسایی که در طول 24 ساعت شاهد شهادت عزیزانشان بودن، شاهد عزیز بودن که عزیزترین کس خود را از دست دادن. و من از حکومت فاشیست غنی خواهشمند هستم که کمی هم بالای مردم به بیچاره و بدبخت دل بسوزنین، حداقل یک کمی آسایش برای مردم بدین. اگر غریب کار بود به کار کردن و بیرون نرفت و داخل خانه خودش، اما امروز بدبختانه که شاهد ازی هستیم که امروز مادری که و داخل شفاخانه هستن و بیوی و خاله و کاکا همه و زار زار به حالشان گریه میکنن و مادر هنوز هم چشم انتظار ازی هستن که شقایق برش بیایه و حداقل برش یخنی تیار کنه. گفته برای شقایق بگو برای ما یخنی تیار کن شفاخانه گر. وای با حال اون مادر بیچاره بدبختی که هنوز هم خبر نداره که شقایق در زیر خاک است و مشعل هم در زیر خاک است و امروز هیچ فرزند دیگه باقی نمانده. دعا میکنم خداوند هیچ مادر پدری را بی اولادی را نشان نده و هیچ فرزندی را بی مادر نسازه. درد دل ما زیاد است، نمیخوام زیادتر پر حرفی کنم. اینجا یک برادر ما دارم، اینجا برادر میگه، این برادر که من دیروز لایو شما را دیدم، شما شاید بدونید اینجا میشه برای ما بگید چی رقم بود؟ دولت آمد، حکومت آمد، امبولانس آمد یا گسری خیلی شما رو بود؟ سلام به همگی. دیگر قسم که در اینجا میبینید تمامی افسرهای ما بودن به چهار تن افراد یا خیر شما تک یا کمک کردن خانواده که زخمی شده بودن تا فعلا معلوم نبود چرا که اینجا وقتی که راکت خورد در اونجا روبر خانه قرمی صدای زید در روزی که کینم آواز بود خیلی صدایش قوی بود و در گوش آمد. من به ده وقت و پانزه وقتی بار من آمدم که ایجا چی گفت شد و خیستم از خانه بیرون شدم که مردم همگی از خانه بیرون شد آمدن روبری خانه تختار زدن، کسی هیچ کس از خانه بیرون نشد. من موبایل گرفتم چون که کسی به داد کسی نمیرسه، به گوش دوستان مردم ها به این خاطر میرسانیم که سابق بود دانشگاه میرفتی، منتون میرفتی، جای در اکبار میکردی، میکن پچل برای سرطان من تحصیلیت میدادن، کماندان ها بیدن، وزیر ها بیدن، از رشتانی بیدن، هر برمشن آلو در داخل خانه شیشتا یک جوان که نه برده نه برده از دنیای چی نه برده داخل خانه بیدون کدام کدام راکت میاد و جان شیرشان از میشان بگیرن. این یا قسم چی قسم برای نامون بینید این مردم بیچارن هزار آرزو دارن و کشور خارج نمیرن، درس و تحصیل میکنن، همینجا زندگی میکنن. اولش خدا ما همینجا که همین حالت را دیدم از بیخی از درس خواندن و درس و تحصیل همه چیز بیخی کنار رفتم. یعنی قسم سر ما پرد کن که در این وطن کوشش کنی، درس بخوانی، جامعه خدمت کنی، دکتر شوی، معلم شوی، به این حالت گرمینی کنان جوان دلش میشه که دیجه درس و تحصیل کنه و درس بخوانه و یک چهار تازیر دستش بره و به افتخار کشور ما باشه. نه خیر این قسم نمیشه. شما که جمعه این تحصیلیت تا مردم افغانستان کار نداره. این مقدر کپ هست که بخطره که نه ایجا دوست مالی نیست، ایران هست، پاکستان هست، امریکا هست، همه هر طرف دنیا که بید ایجا دست دارن. کسی که زورش نمیکشد دولت اعلام کنه بایدار ما نمیتانیم. کسایی که سرقدرت هست، کسایی که تابال می جنگن، آنها نفر دارن. اونها رو بانین که سرقدرت شوند ببینن چی میکنن. حداقل اگه قیب گیرید بالای مردم افغانستان بیه مردم قبول دارن، نیک عزیزانشون را دست بده و مردم جگر روی گوشه خود را دست بدن، هر روز دقم بشینن. نخیر این قسم نمیشه. شما که بگین چوکی در خوش دارین در مقام بالا ششتین، از دل آن مردم خبر نداره که مردم بیچاره با چه سختی با چه روزا یا میرن درس میخوانن تحصیل میکنن یا اولادشون کلام میشه، پدر و مادرشون چه سختی ها را میبینن.
دیگر زورتان نمیدازه، خواهشان از پیشتان و هر کسی که مسئولیت شامی در چوکی هایی که بلند نشستن از اینیا خواهش دارم که زورتان نمیکشه. خواهش فکر کنین اولادای خودتان کلشان در خارج هست، شما همی کار کنین تمام اولادتان همی جگرین، ما نمیگیم جانم و شیرینه، جانم و فدای وطن ما، اما گپ از این است که تو هم اولادت خدا دمی کابل بیان، اگر ما شهید شدن دیوان شدن ما شهیدی را قبول داریم، شهیدی بهترین چیز است که هر کسی برده نمیتونه. شما که در چوکی ها ششتین بچه هایتان در خارج هست، نان خوب، چای خوب، غذای خوب، برای بگم جای بسکویتی که هر طرف که میرن ایجاد مردم قرآن شریف خان و جمهوری اسلامی افغانستان است که به این حالت در داخل خانش کشته میشن کلیمه گوی. شما اگر شما ما چی توقع داشته باشیم؟ خواهش هستیم، خواهش مردم همی است که غنی فاسد دکتر عبدالله همیشه از رس حکومت دور شوند. اگر امروز مردم با قلم پیش می شد علیه شما بود از با توپ و تفنگ مردم و این رس هستی که با توپ و تفنگ در مقابل ارگ نشینای خائن ساده شوند. هر جوان درد داره امروزی برابر که میگن دیگه ما تحصیل دیگه تحصیل نمی خواهیم کنم، به خاطر چی تحصیل نمی کنه؟ به خاطر این حکومت فاشیست. اگر دیروز بود فردا نوبت ما هست، من مطمئن هستم که فردا پس فردا نوبت ما و کسای دیگه هستن، اما بس از خسته شدیم از قدر کشتار، از قدر کسایی که واقعا اولاد خود را عزیز میدن. هر یک از طفلایی را که شما اینجا بینه هر کدام آرزوی بزرگی به سر برن، اما بدبختانه در یک کشور زندگی میکنیم که افغانستان کشتارگاه برای مردم، کشتارگاه برای کسایی که غریب و بیچاره هستن، کشتارگاه برای کسایی که یک لقمه نان ندارن. غریبکار در اینجا آزار میبینه، کراچی مون در اینجا آزار میبینه، پولدار در اینجا آزار میبینه. ببین کسایی که حداقل قدرت نمیتونن پیش بود دست حکومت طرف شوین، ببین کسایی که واقعا خدمت واقعی کنن. از روزی که غنی و دکتر عبدالله در رأس حکومت اومدن مردم بدبخت و بیچاره کردن، همه بدبختی ها از دست نمی غنی و دکتر عبدالله هست. دعا میکنم خداوند سخت دستان پرسان کنه به مانند این فامیلی که توتی جگر خود از دست داده، هم غنی هم عبدالله از نمک دلشان بچشن امون تو اولادتان توتا توتا و پرچه پرچه و کنارتان رو ببینین که از دل و آه در این مردم بیچاره شما با خبر شوید. من دیگه چیزی گفتنی ندارم دوستای عزیز، امیدوار هستم که کسایی که در رأس حکومت هستن حداقل چیزی اگر نمیتونن کرده، حداقل به خاطر از اینکه یک مرهمی بالای زخمای از این فامیل بدبخت و بیچاره باشن، حداقل بیان دلجویی کنن، حداقل بیان برای اینا دلداری بدن. امی کار آمده از این حکومت فاشیست اصلا نمیه که حداقل بین دو دقیقی که یک تسلیت بتن. الحمدلله که اگر بگویم که رئیس جمهور تان قرآن شریف هم یاد نداره که یک سیپاره رو خوانده نمیتونن، حداقل یک قاری ده بیره یک تو کلی و همینجا بیشنم قرآن شریف بخوانن تسلیت بدن برای مردم که یک سنگی بزرگی که روی سینه از این فامیل داغیده هستن از روی سینه شانو طرف شود. گرچه اینا هر روز منتظر از یه که باید تسلیت بتن برای فامیلا و برای مردم بدبخت بیچارن، اما باز میگم صبر مردم لبریز نکنین. لعنت برای کسایی که دشمن مردم از لعنت برای کسایی که صلح نمیخواین، لعنت برای کسایی که در کشتار مردم بیچاری مظلوم افغانستان اینا دست دارن. واقعا شرم از براتان، یعنی هر باری که من لایو میرم من یک روز از این دولت خاطر خوش نباشم که یک روز ما بیم به افتخار و دوربین موبایل خود ساده شم و برای رسانه و با میدیا و از طریق صفحات مجازی از حکومت مفرد بزنم از جمهوری اسلامی فاشیست افغانستان. بیم حداقل بگویم که امروز افغانستان یک شهکار بزرگ کرد. نشست دویتان همیش بر قصه و بر عیاشی و معیشتتان است، مردم زن نمیگیرین، صلح وجود نداره. هیچ صلحی هر روزی که مسئله صلح میشه یک انتحار و یک انفجار میشه، شاهد شهادت هزاران جوان هزاران خواهر ما هستیم. واقعا من افسوسیم به این میگم که چرا من از افغانستان هستم، چرا از یک ملک بدبخت و بیچاره هستم که هر روز شاهد مرگ مردم بدبخت و بیچاره خود هستم. بازم من تسلیت عرض میکنم برای فامیل مشعل عزیز و برای کسایی که در طول 24 ساعتش هم گذشته اونا شهید دادن و یک برادر دیگه ما که جناب دگروال سوید فکر میکنم صبح اونا هم بر سرک روسا اونا هم شهید شدن. خدا من جنت فردوس نصیب شان کنه، صبر جمیل و تمام اعضای فامیلشان میخوایم. دیگه چیزی گفتنی خاص ندارم، وقت همی شما خوش بخیر، سلامت باشید.